سلام و درود دیگری دارم بر تمامی هموطنانم در همه جای دنیا، خاصه در ایران، با برنامه دیگری از تلویزیون ایران فردا در برنامه امروز و فردای ایران. باز هم خوشحالم که در خدمتتون هستم. در هفته پیش در رابطه با مسئله برابری صحبت کردم، در رابطه با برابری زنان در جامعه ایران، و به هر حال این بحث بسیار بسیار با ارزش و جدی که اگر که نتونیم این برابری رو به وجود بیاریم، نمیتونیم جامعه آزادی رو در آینده حتی در شعارهامون هم داشته باشیم. مسئله امروز من باز هم در رابطه با برابری است، برابری با به نوعی مردم تهران یا چند شهر بزرگ مثل مشهد و تبریز و شیراز و اصفهان، با بقیه نقاط ایران، یعنی با بیشتر از 60% جامعه ایران که در شهرهایی غیر از این چند شهر زندگی می کنند. به این معنا من مسئله رو امروز در رابطه با این نکته دنبال خواهم کرد. برابری یعنی چی؟ واقعا به چه شکل ما به برابری می رسیم؟ به چه شکل به جامعه‌ای می رسیم که می تونیم در اونجا جامعه برابر داشته باشیم؟ جامعه‌ای رو داشته باشیم که اگر بزرگترین بیمارستان قلب خاورمیانه در تهران هست، یک درمانگاه کوچک هم در گرمی آذربایجان یا در روستاهای اطراف ایران شهر و زابل و غیره و غیره باشه. به این معنا ما اگر که بخوایم یک برابری ایجاد بکنیم، ناگزیر هستیم به عواملی توجه بکنیم که این عوامل اگر برطرف نشه، نمیتونیم جامعه برابر رو داشته باشیم، جامعه ای رو داشته باشیم که ازش ترس و وحشت نداشته باشیم، جامعه ای رو داشته باشیم که به ایدئال هامون پاسخگو باشه. به عنوان مثال من فکر میکنم که بزرگترین مسئله امروز ما در رابطه با برابری، مسئله عدم برابری اقتصادی است. ما شاهد این هستیم که گروهی در تهران یا در شهرهای بزرگ، بیشتر در تهران، در آپارتمان‌های زندگی می‌کنند که میلیارد میلیارد قیمتشه، حتی خیلی‌ها عددش رو هم نمی‌تونن بنویسن، با ماشین‌های پورش و بی‌ام‌وی رفت و آمد می‌کنند که عکسش رو هم خیلی‌ها نمی‌تونن ببینن، شرط بندی هایی رو میکنن، ماشین هایشون رو بر برد و باخت آتیش میزنن یا سویچش رو به همدیگه رد و بدل میکنن که هر کدوم از این ماشین ها میلیارد ها قیمتشه، حساب هایی و پول هایی رو در کشورهای خارج دارن، خانه ها و شرکت ها و مؤسساتی رو دارن که امروز هیچ کس ازش آگاه نیست. ولی در عوض اگر که به آمارهای خود حکومت هم بخوایم برگردیم، ما برمیگردیم به همین چند وقت پیش که در مجلس شورای اسلامی نماینده خاش اعلام میکنه که بلوچستان در رتبه فقر در ایران در آخرین مرحله، در 31 مرحله قرار داره. اون میگه 2/3 جمعیت بلوچستان آب آشامیدنی ندارن. من فکر میکنم که اون خیلی رعایت میکنه که همه حرف ها رو نمیزنه، نمیگه که نزدیک به 90%، میگه که 70% جمعیت بیکارن، ولی نمیگه چند درصد شاغلن و این شغلی که اونها دارن از چیه. آیا به قول خودشون مشاغل
غیر رسمی یا مشاغل رسمی، مشاغل رسمی وجود نداره غیر از برای دستاندرکاران رژیم. میگه 150,000 to 200,000 درمانده از تحصیل هست، نمیگه افت تحصیلی در منطقه سیستان و بلوچستان به چقدره، به چه اندازه است، نمیگه اون قسمت دیگه از آمارها در کردستان چی میگذره، در ایلام چی میگذره، در چهارمحال چی میگذره، در خوزستان منبع ثروت ایران چی میگذره، اینها رو مطرح نمی کنن. نمیگن که مسئله بیکاری بزرگترین مشکل جامعه ایرانه، نمیگن که مسئله گرسنگی، زیر خط فقر بودن بزرگترین معضل جامعه ایرانه، نمیگن که در خوزستانی که رود کارون سرچشمه داره مردم باید آب آشامیدنیشون رو از گلولای صاف بکنن بعد بخورن. اینها هیچ کدوم گفته نمیشه به این شکل، ولی بحث اصلی به نظر من جای دیگریه. جای دیگریه که وقتی که اعلام آمار رسمی خط فقر میکنن، میگن 2,200,000 تومان تا 3,000,000 تومان، اصلا کسی که توی این مسائل کمی کنکاش بکنه، جستجو بکنه، میبینه که اصلا این هیچ گونه معنی و مفهومی رو نداره. در جایی که شما بسیاری از آدم هاتون در روستاهایی هستند که خود روستا رو نمیشناسید، افرادی که در اون روستا هستند آب آشامیدنی که ندارن، هیچ امکان زندگی ندارن، شناسنامه هم ندارن. اونهایی که به هر حال هر چند وقت یه دفعه اگر که سهمیه آردی بهشون میرسه، این سهمیه آرد رو یه مقداری خودشون میخورن، یه مقداریش هم به بز و دیگر حیواناتشون میدن که اونها به عنوان سرمایه هاشون هستن. اونهایی که خونه ندارن به همراه حیواناتشون به نوعی در طویله یا سکیتوله زندگی میکنن. اگر که این مسائل مطرح بکنیم، اونجایی که میگن که خط فقر در ایران 1.25 دلار ممکنه از طرف سازمان ملل متحد باشه که این میشه حدود 30,000 تومان، پس حالا که یارانه 45,000 تومانه فقیر در ایران وجود نداره، اینها اصلا مسئله رو نمیشناسن. البته میشناسن، اون مسئولینی که این آمارها رو میدن حتما این مسائل رو به خوبی میدونن، ولی یا جرأت گفتنش رو ندارن یا خودشون جزء شرکایی هستن که نمیتونن این مسئله رو مطرح بکنن. ما باز برمیگردیم به همین قضیه، برمیگردیم به این که به هر حال این مسئولان اگر دولت و حکومتی وجود داره، فقط یک مشت اوباش و عرازل نیستن که فقط به یغما بردن ثروت ایران رو میکنن. ما ناگزیر باید ببینیم که به کدوم طرف داریم میریم، به کجا داریم حرکت میکنیم. اگر ما باز هم این امکان وجود داره، کما اینکه در این 30 و چند سال گذشته همینطور بوده، با تانک، با زره پوش، به جای اینکه اینها رو برای دفاع از مرزهامون بگذاریم، اومدیم مردم خودمون رو سرکوب میکنیم، اومدیم اینها رو از بین میبریم، هر روز بیشتر اعدام میکنیم، هر روز بیشتر زندان و شکنجه داریم، آدمهایی که گم میشن، همه اینها تازه از آمارهای رسمی است، نه از آمارهای غیر رسمی. ما به کدوم طرف داریم میریم؟ آیا اونجایی که یک مرتبه رگای گردنمون کلفت میشه و در رابطه با مسئله تجزیه طلبان صحبت میکنیم، این تجزیه طلبا کیا هستن؟ اینا کیا هستن که میخوان از ایران جدا بشن؟ من واقعا نمیدونم، نمیدونم اون افرادی که در سیستان و بلوچستان ما زندگی میکنن میخوان از ایران جدا بشن، به دامن افغانستان پناه ببرن، به دامن پاکستان پناه ببرن، که بزرگترین خطر میتونه در همین رابطه ها باشه. من فکر میکنم یکی از جاهایی که بزرگترین خطر جدایی از ایران رو داره همون سیستان و بلوچستانیه که در عمق زمینش الان بارها و بارها پژوهش‌های مختلف انجام شده، بزرگترین ثروت خوابیده، از ثروت نفت و گاز گرفته تا مس و اورانیوم و طلا و غیره و غیره، ولی اون مردم بدبخت
به قول امام جمعه اونجا که آمده بود میگفت دیوارها رو برای مرزها نکشید، این مردمی که از اون حد اقل قاچاق هم زندگی میکنن دیگه به این معنا نمیتونن که بیان و به نوعی حد اقل های خودشون رو تامین بکنن. بیاین و بیستیم اینجا و این مسئله رو به نوعی شکل بدیم که به اون آمال و آرزوهامون برسیم. مردم ایران، اقوام ایران تجزیه طلب نیستند. اونها حد اقل های زندگی رو دنبال میکنن. اونها دنبال این هستن که با وجودی که 60 چند درصد جامعه ایران هستن بتونن و بخوان با مینیموم خودشون با حد اقل های خودشون راه به جایی ببرن. ما کجا میریم؟ ما چی کار میکنیم؟ آیا میتونیم خط فقر رو در جامعه ایران از بین ببریم؟ من مطمئن هستم که میتونیم، ولی کی میتونه این کار رو بکنه؟ حکومت میتونه این کار رو بکنه؟ حکومتی که همه در فکر چپاول هستن اینها میتونن کاری بکنن؟ من یه نکته ای رو میخوام خدمتتون بگم. احمدی نژاد بدترین آدم دنیاست، ولی اونهایی که دنبال حکومت جمهوری اسلامی در داخل و خارج سینه زن هستند، من مثالش رو در دوران آقای خاتمی مطرح میکنم. در دوران آقای خاتمی است که کارنامه مشعشع ایشون در دوران اول ریاست جمهوری ایشون نه از بین بردن عدم برابری، عدم برابری اقتصادی، رسیدن به اون ایدئال ها و حد اقل ها، بلکه در بالا بردن تعداد ائمه نماز جمعه در مدرسه هاست. اعلام میکنن در سالنامه آماری وزارت آموزش پرورش که با افتخار آقای خاتمی میگن ما تونستیم در عرض همین چند سال، 2-4 سال دوره اولیه، تعداد ائمه جمعه رو از 350 هزار تا به 422 هزار نفر، یعنی 31% افزایش برسونیم، از 76 تا 80. تعداد شرکت کنندگان در مسابقات اذان رو برسونیم به 500 هزار نفر، شرکت کنندگان در احکام رو برسونیم به 1,200,000 نفر. اینها چیا هستن؟ اینها همونهایی هستن که ما اون گروه به دنبالش سینه میزنن و احمدی نژاد فقط بد است. ترس از تجزیه داریم. باید بدونیم که چرا جامعه ما، مملکت ما به تجزیه، به طرف تجزیه میره. این رو بدونیم و دنبال بکنیم و به اون طرف حرکت بکنیم. ما با قاچاقچی مبارزه نمی کنیم، ما با قاچاق مبارزه نمی کنیم، ما برای حداقل زندگی مردممون با اون قاچاق بر، اون کسی که در اصطلاح جامعه ایران حمال یا کولبر، اون کسی که این قاچاق رو دوشش میگذاره که بره، وقتی اون قاچاق رو پیاده کرد اون رو دستگیر میکنیم. به این معناست که این مردم ناراضی رو به وجود میاریم، به این معناست که این عدم برابری میتونه در نهایت نهایت ما رو به مراحل خطرناکی که هر لحظه فکرش رو میکنیم لرزه، یعنی تجزیه ایران برسونه. اینجاست که یادمون باید باشه اگر نتونه برابری به وجود بیاد، اگر نتونه اون حداقل درمونگاهی که در اونجا وجود داره شکل بگیره، اگر نتونن اون آدم، همه آدم ها شناسنامه داشته باشن، بیمه داشته باشن، که هیچ کدومشون الان توی این استانهای ما راه به جایی نمیبریم. برابری معنیش فقط در شعار نیست، برابری در دیدن و عمل کردن و در ماهیت وجودی یک نظام حکومتی است که اگر این به وجود نیاد راه به جایی برده نمیشه. منبع و منشأش خود حکومت در تمامیتش، کلیتش و موجودیتش، در نبودنشه که میتونیم به آزادی و برابری فکر بکنیم. سپاسگزارم. Boom, 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 boom